What's going on, guys? How you doing? اصلا سوگگ به این ویدیو خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم دوباره با هم دیگه میمای دیسکوردر ببینیم. برای کسی که نمیدونه دیسکورد یه پلتفرم خیلی خفنه که روی کامپیوتر و موبایل نصب میشه و یه کامیونیتی خیلی خفن خودشو داره. داخل دیسکورد بچه‌ها میتونن برای همدیگه میم بذارن، عکسای خنده‌دار بذارن، ویدیوهای فان بذارن، با همدیگه چت کنن به صورت تایپی، صوتی، شما صوتین همتون، عین سیری و تصویری و دوست پیدا کردن با هم دیگه گیم پلی بدن. من چنل دیسکورد هم داخل دیسکریپشن براتون میذارم، حتما حتما جوین بشید. داخل بخش میما اگه عکس خنده داری، میم باحالی دارید، حتما بذارید تا اینجوری بهشون ریاکت کنیم. بریم با هم دیگه ویدیو رو شروع کنیم. آدیش من که در آرامش خوابیدم، داره سقوط میکنه. ببخشید اشتباهش. وای دید این خوابا رو که یهو داری داخل سقوط میکنی یا داری اپلی از یه جای میافتی. این دقیقاً یکی از بدترین اتفاقاتیه که میتونه برای آدم بیفته. خیلی حس بدی. بعد بولم میشه. آخره لحظه خدا دیگه نمیخورم. اگه آرام خوب کنی قول میدم آدم خوبی باشم. برای کسایی که نمیدونن، بچه‌ها وقتی که زیاده از حد، بیش از حد الکل زیاد عفونی استفاده میکنن برای تمیزکاری معده و سینه‌شون، بگو خوردن میفتن. شروع میکنن به بالا آوردن، تگری زدن به اصطلاح خودشون. این دقیقاً مال همون تایمه. موقعی که شروع میکنی به وقتی قهری منتظر بیاد نازتو بکشه. بیا دیگه کجافه نمیخورم. چقدر باحال. اینو بیشتر خانوما درک میکنم، اونا هم که متأهلن که دیگه 100%. ناز و اشفه میاد. خودتو که قراره یه رو به دیگه بری آشتی کنی، منت کشی کنی، گو میخوریم اینو باش دعوا میکنی. پسرها تو جمع رفیقاشون، پسرا جلوی دوست دخترشون، من پیشی کیم کتاب خوره. اصولا همینطوره. آره پسرا کنار هم دیگه اینطوری هن که ولی پیش دوست دخترشون اصولا خیلی لطیف و نرم و خب دیگه پوینتش هم همینه دیگه. نیاز نیست ماسک بزنی اصولا جلوی پارتنر. در کلاس های حضوری چه میگذرد؟ این چیه؟ این چیه کشیدی؟ کسی آفت وای. خدای خیلی خوب کشیدی. خدایش خیلی خوب کشیدی. نگاه چی کشید. یه سریال بود اسمش این بود پهلوانان نمیمیرند. هر قسمت که نشون میده دو تا پهلوان میمونه. منظورش اینه که پهلوانا همیشه جاشون تو قلب ماست. بیاید کارگردان و نویسنده رو قضاوت نکنید. میدونی الان فقط من تو اینجاییم آتیش؟ منم اینجام. من از مارم خیلی میترسم. من اگه مار ببینم واقعا تقریبا 1 کیلومتر باباش فاصله بگیرم. مینیموم 1 کیلومتر. اصلا نمیتونم مار رو تحمل کنم. اصلا و ابدا. اصلا مار یه حیوان وحشتناک ترسناکیه واسه من. یعنی منو با گرگ شیر توی قفس بنداز ولی با یه مار رنداز. میگه من تو NMA مشغول کارم. میگم نیروگاه مرکزی اتمی. میگه نه نوبای محمد افغانی. خیلی رکسیسم بد بود. افغانستانی خیلی باحال بود. علی اضافه هم باحال بود. الی آخرش که من کلا با این بحث نژاد پرستانه و جنسیتی کلا مخالفم. خیلی یعنی خیلی برام زننده است. یا مثلا یارو میگه بابا زنن دیگه، یعنی چی حرف؟ یا مثلا برمیگره میگه که طرف خب بابا مثلا افغانی، افغانستانی، افغانی واحد پولشونه و واقعا این خیلی چیز بدیه. طرف به رنگ پوست گیر میدن. من واقعا خیلی بدم. کیکی که منتظرم برای تولدم بگیرن، کیکی برام میگیرن. ببین این کیکو سفارش میدم مطمئنن برات، ولی اون کسی که کیکو درست میکنه نمیدونم با چه روی قبول میکنه که حله حتما برات ساعت 6 بیا ببر. پدر سگ، تو که نمیتونی عینشو درست کنی چرا میری اونطوری الکی سفارش قبول میکنی؟ ولی این کیک کپی همینه. به خدا تو بستنی عروسکی ما رو ندیدی. یه سوال، چرا عباس قادری صبر کرد یه سال بگذره بعد بیاد بگه پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم زیارت؟ چرا همون فرداش نمیاد تعریف کنه قضیه رو؟ میدونی موقعیتش پیش نیومده بود. با فضاش باشه، شرایط باشه، آب و هوا باشه تو بچسب اون خاطره که قرار تعریف بکنه. معلم اول ابتدایی زمان ما، معلم اول ابتدایی الان. ببین من یه ویدیو دیدم برای مدرسه درست کردن، تیزر درست کردن تبلیغاتی. ببین معلم ها نشسته بودن اینجوری بشکم میزدن دابسمش بخونن من که دوست دارم میدونی. حالا نمیدونم چه آهنگی بود ولی خلاصه اینطوری اشوه می اومدن. وقتی رشته حقوق و شب امتحان میفهمی تا الان باید شب و ریدا می شدی. خیلی باحالو. وقتی قانون می خونی بر اساس این قانون من تا الان باید 6 بار اعدام می شدم. وقتی ماموریت داری چند تا آدم رو بکشی ولی قیمت بنزین بالاست. چرا شبیه هیتمنه. نایس. آره شبیه آدم کشاست ولی با مترو این بمبر میره. آدم کشا هم حتی دل دارن. بین آدم کشا رو زود قضاوت نکنید.
من به جای اینکه برم پارتی تمام آخر هفته رو کار کردم تا آینده بهتری داشته باشم. این دقیقاً خود منم. پارتی هم دعوت شده بودین؟ خیر. من خدایی بهم میگن بچه‌ها، بهم میگن و حتی ناراحتم شدن ازم بچه‌ها که چرا بهت میگیم پاشو بی بریم جایی مهمونی، نمیدونم پارتی، چیزی این حرفا، آخر هفته نمیای. چی داره او خراب شده یوتیوب؟ من میگم چشم امید 1,000,000 آدم به منه. من متعلق به خودم دیگه نیستم، من متعلق به همه تونم. عیس قدی پی بی. یه مکالمه خیلی عادی تو مطب دکتر دندونپزشک. خب گفته بودی رشته چی بود؟ من دندونپزشک. آه عالیه. راستی که در نگه رو باز کردی؟ خیلی باحال بود. اینا برام گذاشته بودن که در رو نگه میذاره، باز نگه میذاره. بعد ازم میپرسید درد داره؟ گفتم اهل کجایی؟ تهران؟ جنوبی؟ همیشه فکر میکردم چیزی بدتر از صدای ضبط شدن وجود نداره، تا اینکه فیلم رقصیدنم تو یروتی به سر خاله بودی. تو خوب فیلم مستی تو نهیدی، اون موقع کلا زندگی آلتفچار میکردی. اون نه شهرداری 2,000,000 هزینه کرده رو دیوار نوشته سیگار آرام آرام انسان رو نابود میکنند. یکی زیرش نوشته ما مجلی نداریم افتابش. آه این خوبی. یک حضرت سلیمان جهت صحبت کردن با اساتید دانشگاه نیاز به واقعا حالا نمیخوام گیر بدم، ولی واقعا دانشگاه کلا مافیا بازیه. اگه الله اکبر سر استوری گذاشته باران نبار عشقم چت ندارد کشاورزا. محصولات ما برات جوکه به دست دستش خود بگی ببر خونت گنجش کی بهش نشون بده. هر کسی که روم زوم کرد بوم بوم کرد قلبم مراقب امتحانم بود. لامصب چنان دیب ازشون سیریش بودن با میسادن بغلتو بالا سرتو. نمیدونم اون روز یارو با خودش چی فکر میکرد. مثلا من دهن اینو باید امروز سرویس کنم. خب دهن بقیه هم سرویس کن. نه امروز نوبت اینه، من باید دهن یکی رو سرویس بکنم امروز. بنویس پاشو دیگه. منتظر چی؟ من فکر میکنم. خب فکر کن سرد برگرد باشه. فکر کن من نگاه میکنی برگرد جواب رو پیشونی من نوشته؟ آره. هر وقتی پوسته شکلاتمو تو جیبم میذارم تا هر وقت سطل آشغال دیدم بندازمش توش. احساس چی به دست میده؟ حامیان محیط زیست و حیوانا دارش جمع شدن. آی خدا چه خوشگله میخورم. آی خیلی حس باحالیه، خیلی حس باحالیه واقعا. واقعا همچین کاری بکنم. من کل آشغالامو همیشه تو ماشینم نگه میذارم که به یه پاساژی مالی چیزی رسیدم برسم اونجا و بعدن آشغالامو بندازم تو. یاغی ناموسن میخوام منو پس گردنم بزنم یاغی. ای خدایا چیه این یاغی؟ این همه ویدیو تتو درست کردیم، تتوی بچه‌ها رو دیدی چقدر قشنگ زده بودن؟ قلب خودش بغل کرده بود، بعد برام رفته یاغی زده. ای خدایا چقدر جوگیر داریم، چقدر جوگیر داریم واقعا. دکتر چرا دیروز برای معاینه مراجعه نکردی؟ من ببخشید چون مریض بودم. دکتر اسکولی به دکتر. وقتی دختر از مغازه لوازم آرایشی میان بیرون آه دیدی تست میکنن چیزا رو، رنگا رو امتحان میکنن. به خدا قسم برای ما پسرا نصف این رنگا یکیه، همش یکی دیگه. نه این یه درجه بازتره، این یه درجه بسته تره، میدونی؟ نه واقعا نمیدونم، به خدا فرقی نداره. الان این رنگ با این رنگ یکیه برای من، این رنگ با این چهار تا که اصلا کلا یک، این پنج تا کلا یکیه، این که تا اینجا آرنجش کلا کل ساعدش یه رنگه. به خدا میگم پاییز فصل عاشقاست، من تو فصل پاییز. حساسیت واقعا چیز مزخرفیه، خیلی مزخرفه، به شدت چیز ترش و آشغالیه واقعا این حساسیت، کثافت. مخصوصا برای کسی مثل من که یهو میبینید پیشونیم قرمز میشه اینجا، یا مثلا زیر چشام اینجا یهو یه گونم قرمز میشه. من از اینام که کل سال حساسیت دارم و همین الانشم که صدا میشه دیگه به خاطر حساسیتمه و کلی دارو و قرص اینا هم دارم استفاده میکنم و حساسیت واقعا چیز خیلی مسخره توفویه. خب وقتشه یکم درس بخونیم. 5 دقیقه بعد این دقیقاً منم، این دقیقاً منم. هر وقت بودم یه کتابی بخونم، درسی بخونم، بیهوش شدم. واقعاً خیلی مورفین زیادی داخل چیز وجود داره، کتابا اینا وجود داره. اینا رو واقعا آموزش پرورش رسیدگی کنه چه خبره؟ وقتی مامانت میاد تو اتاقت ولی تو این دفعه واقعاً داشتی درسی خوندی. آره دیدی هر سری یک ساعت داری درس می‌خونی تا سرت برمیاد ساعت چک کنی تو گوشیت همون موقع مامانت میاد بابا ای توف به این زندگی. وقتی هیچ کس برای سوال روی تخته داوطلب نیست و معلم با تو چش تو چش میشه خدایا غلط کردم واقعا حس بدیه. من اومدم از تکنیک برعکسش استفاده کنم، یعنی بیام چیکار کنم؟ بیام اینجوری کنم که بذار چش تو چش بشم منو نمیاره، میفهمم من بلدم منو نمیاره.
گفتش بیا گفتم وقتی تو حال خوابیدی مهمون میاد واسهتون. آگه من فکر کنم قدیما اینطوری بود چون منم همش کارایی میکردم، میرفتم زیر پتو انقدر اون زیر میموندم که خوابم میرفت. من 8 سال تو مغازه که دارم تست میکنم ببینم اونی که تو تلویزیون واقعا منم یا نه. آره دیدید دوربین میذارن با تلویزیوناشون اینا برای سکیوریتی کامرا این حرفا، کلی ادا در میاری تکون میخوام. من خدایش هر سری میبینم ناخودآگاه تکون میخورم ببینم دیلی اون تلویزیون و دوربین چقده. ببینم من این کار میکنم چقدر طول میکشه که داخل تاثیر اونم اینجوری بکنه. تو امتحان نمره سوالی که بلدم 25 زدمه، نمره سوالی که بلد نیستم 9 نمره. واقعا خیلی بد بودم، میمدن 4 تا سوال میدن هر کدوم 5 نمره. خب بابا اونی که یکیش نتونه جواب بده بدبخته که. ولی عوضش اونورم اگه بتونی مثلا فقط دو تاش هم جواب بدی کافی نمره قبولی گرفت، نصفش هم جواب بدی قبوله. اینم حرکت خوبی بود. بعد کسایی میخورد که خیلی خرخون بودن. دختره شنیدم اینجا از دختره خوشگل پول نمیگیرن صندوق دار. درست شنیدی؟ اینم صورت حساب That's a lot of damage. وای چه باحال. آره آره باحال بود. یعنی دختره اینجا بود که من شنیدم که دختره جذاب و کثافت مثل من پول نمیگیری، و اونم اینجا بود که دقیقا درست میگی ولی تو نه جذابی نه کثافتی. صورت حساب پول تو بده ببینم. گرم است کیان، تلف شدیم. سلطان بیا از این پیراهن هوایا بپوش خیلی خنک. نه من اصلا حواسم به این پیرهنه نبود. کسافت. وای ده سرویس خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. وقتی یه عکس از دوران بلوغت پیدا میکنی آره خیلی بده، این خیلی بده. من به بچه هم گفتم، گفتم تو رو خدا از من میخواید استوری تبلا چیزی بذارید عکس قدیمیمو نظرید به خودم بگید بهتون عکس خوب میدم. وقتی مهمونی تم داره و به تو نگفتن اون واسه چی میخوایی تو؟ بلاک کردن در زمان قدیم. آره تلفن رو چیکار نمیکردن، تلفن رو این لعنتیش نمیذاشتن که قطع بشه. برگام انصافا قدیما این کارا بودا. این واقعا حرکت باحالی بود، خیلی خوب بود. میدونید با این تلفن ها میتونید میکروفون درست کنید برای خودتون، خیلی باحاله. دانش آموز تو این هوا امکان نداره معلم بیاد، معلم در حال اومدن مدرسه داری میمیری پدر سگ بمیر. نه یا معلم ما ماشین زدش اومد با پای شل اومد کلاس که چیو ثابت کنی تو یه قهرمانی پوفیوز. وقتی دنبال یه فیلم خوب میگردم که باهاش غذامو بخورم. من غذام آره منم اصلا بدون فیلم نمیتونم غذامو بخورم، خیلی حس بدیه. شت شما هم میتونید حتما با یه فیلمی چیزی غذاتون رو بخورید. وقتی خانواده میگن بیا بریم خونه فامیل، من تیر خوردم شما برید. با من نمیدونم چه اصراری میکنن اینا، حتما با بچه ها بیان با هم. بابا ول کنید راحت برید خودتون مهمونیتون، قشنگ راحت حرف بزنید بگید بخندید. چی کار اون بچه دارید؟ برای چی بیاد اون وسط اون بچه؟ مامانم تو دیگه 23 سالت خود تنهایی برو دکتر. من نه خدا بیا. من دکترم ایران بودم، دکترم خواستم برم با مرشاد میرفتم، گفتم بیا با هم حسل ندم تنها برم. در این حد پسر خوبیم، عشقم خونمو خالیه، خب اجارش بده. آکیو سر و گلابیت کنن. وقتی 2 دقیقه هنسفری ما میذارم تو جیبم، من نمیدونم این هنسفری چرا گره میخوره. تو ولش کن همینطوری صاف بذارش رو زمین، یه دقیقه رو تو کامون و برگردی میبینی گره خورده. نمیدونم واقعا چه مرگشه. خدا رو شکر این ایرپاد اومد. واقعا این خانم 75 ساله کابل اینترنت بین گرجستان و ارمنستان رو اره کرده و نت دو کشور رو قطع کرده. دستش در نکنه. خب الان مگه میشه کل یک دو تا کشور با اینترنت، اینترنتشون کلا با یه سیم بس باشه به هم دیگه؟ وای جلوی این خونه این خانم نه فوتبال بازی کنیم، مگر توپت پاره گیه چی میکرد کوچه کوفه واسه من، منو رپ کنای توشه نه واسه شما شامی های جوجه. این به حال بود. دختره خوابگاه وقتی تحسیصاتی میاد تو محبتی خوابگاه. خدایش ریانا چقدر گنگه، خیلی خوشگله واقعا. میدونستید وقتی بچه رو به دنیا آوردید باید تربیتش هم بکنید؟ متاسفانه بعضی فقط تا مرحله زاییدنش بلدن، بعضی هم تا مرحله کمرم. واو پسر نام از این ویدیو امیدوارم از لذت برده باشید. لینک دیسکورد داخل دیسکریپشن هست، حتما جوین بشید. عکسی میمی چیزی دارید اونجا برام آپلود بکنید، هفته دیگه این موقع دوباره بهشون ریاکت می‌کنیم. دمتون گرم، میبینمتون جواب بعد. بابای بابای. So I just want to say I appreciate and love all of you and I believe in you all. Do not let your